اگر مشروب ساز خانگی هستید و به مشروب های طعمدار علاقه دارید، حتما تا آخر ویدیو کلیپ همراه من باشید تا به ساخت سه مدل اینفیوژن خوشمزه بپردازیم. درود و خیلی خوش اومدید به فرائن و امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که دوباره امروز در خدمتتون هستم و قراره امروز با هم دیگه سه مدل اینفیوژن خوشمزه درست کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ کار امروز خودمون، میخواستم مثل همیشه ازتون درخواست کنم که اگر تازه وارد هستید به کانال یوتیوب فرائل، حتما و لطفاً دکمه سابسکرایب زیر تصویر رو بزنید، مشترک کانال فرائل بشید تا با حمایت شما ما بتونیم ویدیو کلیپ های بهتر و بیشتری درست کنیم. اما اگر از قبل مشترک کانال فرائل شدید که چه بهتر، لایک و کامنت فراموشتون نشه. با تشکر از همه شما عزیزان. خب اگه اجازه بدید بریم سراغ کار اصلی امروز خودمون که همون ساخت سه مدل اینفیوژن است. اما قبل از اینکه بریم سراغ ساخت این سه مدل محصول طعمدارمون، میخواستم یه نکته خدمتتون عرض کنم. تقریبا یک ماه پیش یه ویدیو کلیپ ساخت سه مدل اینفیوژن رو روی کانال یوتیوب فرائل منتشر کردم که اگر اون ویدیو کلیپ رو ندیدید حتما لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم که اون ویدیو کلیپ رو هم حتما ببینید. بعد از انتشار این ویدیو کلیپ یه سوالی که خیلی پرتکرار ازم پرسیده شد این بود که عرق پایمون چی باید باشه برای درست کردن یک اینفیوژن؟ واقعیت اینه که بهترین عرق پایه ودکا هستش. ودکا چی هستش؟ ترکیب آب و الکل که معمولاً از غلات به دست میاد. البته اینم میگم معمولاً از انواع میوه‌ها میشه ودکا گرفت، ولی خب دستگاه و روش و ساخت خودش رو نیاز داره. ودکا بدون طعم و بو هستش و ما خیلی راحت میتونیم با استفاده از انواع میوه ها و ادویه ها اون رو طعمدار کنیم. اما اگر شما دسترسی به ودکا ندارید، پیشنهاد میکنم بهتون که توی خونه از عرق هایی که میگیرید، حالا چه از کشمش یا چه از خرماست یا حتی از انگور هم به دست میارید، حتما عرقتون رو دو آتیشه کنید تا کمترین بو و مزه اون ماده اولیه‌ای که ازش عرق گرفتید رو در خودش داشته باشه. بعد از اون استفاده کنید برای ساخت اینفیوژن و مرحله آمیزگی رو روش انجام بدید. اگر نمیدونید دو آتیشه کردن محصول تقطیری به چه صورتی هستش، من توی همین کانال فرائل آموزش دادم که طریقه دو آتیشه کردن یک محصول تقطیری چگونه هستش، لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم، حتما اون ویدیو کلیپ رو نگاه کنید. و یه سوال پرتکرار دیگه ای که زیر همون کلیپ ازم پرسیده شد این هستش که تفاوت بین اینفیوژن و لیکورها چی هستش، که جالب دونستم که این نکته رو براتون توی این ویدیو کلیپ توضیح بدم. اما قبل از اینکه بپردازم به توضیح تفاوت بین اینفیوژن ها و لیکور ها، باید به یک موضوعی اشاره کنم که توی انگلیسی ما دو تا کلمه خیلی شبیه هم داریم در قسمت مشروب سازی، که یکیش لیکر هستش و اون یکی لیکور هست. حالا این لیکر چی هستش؟ شما اگر این کلمه لیکر رو توی قسمت گوگل ترنسلیت بزنید ترجمه فارسی کنه، ترجمه‌ای که بهتون میده می‌نویسه مشروبات الکلی، که تقریبا به فارسی درست نیستش، به خاطر اینکه ما به شراب ها، عرق ها و آبجو تقریبا به همشون میگیم مشروبات الکلی. اگر بخوایم درست ترجمهش کنیم، معنی لیکر میشه محصولات تقطیری یا همون به زبون عامیانه خودمون عرق، یعنی هر چیزی که ما تقطیر کنیم به انگلیسی بهش میگن لیکر، که زیر مجموعش مثل چی میشه؟ مثل انواع ودکا، انواع ویسکی ها، رام، تکیلا و یا حتی انواع برندی، تمام اینا میاد زیر مجموعه این کلمه لیکر قرار میگیره که درصد الکلشون هم میتونه از 20% باشه تا 75.5%. حالا چرا این لیکرها، چون تمام محصول تقطیری میان جدا جدا میشن، یعنی چرا همشون رو نمیگیم لیکر؟ یکیش میشه ودکا، یکیش میشه ویسکی، یکیش میشه رام. به خاطر اینکه تمام این لیکرها یا عرق هایی که تولید میشه طبق پروتکل های خاص خودشون تولید میشن و یکی از این لیکرها تبدیل میشه به ویسکی، یکیشون میشه ودکا، یکیشون میشه رام. مثلا چی؟ مثلا برای درست کردن تکیلا که یک مدل لیکر هستش، حتما باید از آگاوه آبی استفاده بشه، یا اینکه حتما باید توی شهر تکیلای مکزیک ساخته بشه، یا برای درست کردن ویسکی مرزی برای کهنه کردن ویسکی وجود داره، مثلا جک دنیلز حتما باید 4 سال توی بشکه یه چوب بلوط استراحت کنه تا مرحله آمیزگیش انجام بشه و طعمدار بشه، یا ویسکی اسکاچ حداقل 3 سال باید توی بشکه‌های بلوط آمیزه بشن تا بشه بهشون گفت اسکاچ.
خلاصه هر کدوم از این مدل لیکرها یک سری پروتکل‌های خاصی دارن که اسم خودشون رو به دست بیارن و همچنین این لیکرها میتونه از تمام قلات تولید بشه و یا حتی از انواع میوه، یعنی هر چیزی که بشه تخمیرش کرد و بعد تقطیرش کرد میشه لیکر به دست آورد. اما اگر طبق پروتکل‌های خاص خودش این مراحل تخمیر و تقطیر انجام بشه میتونه یک برند خاصی برای خودش بشه. حالا چرا این کلمه لیکر رو براتون توضیح دادم؟ به خاطر اینکه تمام لیکورها و اینفیوژن‌های ما زیر مجموعه این لیکرها هستن، یعنی تمام اون عرق‌هایی که داریم رو ما زمانی که طعم‌دارشون می‌کنیم میتونیم تبدیلشون کنیم به انواع لیکورها یا انواع اینفیوژن‌ها. حالا تفاوت اصلی لیکورها و اینفیوژن‌ها چی هستش؟ تفاوت اصلی که میتونم بهش اشاره کنم این هستش که لیکورها شیرین هستند و داخلشون از شکر به یک میزان و اندازه خاصی استفاده شده، یعنی حداقل 100 گرم شکر داخل یک لیتر لیکر استفاده شده که تبدیل شده به لیکور. اما اینفیوژن به این صورت نیستش. درسته تو بعضی از اینفیوژن ها شیرین کننده مثل شکر استفاده میشه، اما طبق پروتکل لیکور ها ما 100 گرم به هر لیتر نمیزنیم. اگر 100 گرم به ازای هر لیتر عرق پایمون اضافه کنیم به محصولمون، اون محصول اسمش میشه لیکور. و تفاوت بعدی که میتونم بین لیکورها و اینفیوژن‌ها نام ببرم این هستش که تقریبا توی تولید لیکورها ما ماهیت اون عرق پایه رو عوض میکنیم و تبدیلش میکنیم به لیکور. مثال چی؟ مثل لیکور بیبیش که یک لیکور هستش که کاملا شیرین هستش و از آیریش بیسکی درست میشه، و یا مثل لیکور کاهولا یا مثل یگمستر. حالا درسا امیدوارم که با این توضیح کوتاهی که خدمتتون عرض کرده باشم متوجه شده باشید که تفاوت لیکورها و اینفیوژن ها چی هستش. و یه سوال پرتکرار دیگه ای که زیر همون کلیپ ازم پرسیده شد این هستش که مدت زمان نگهداری این اینفیوژن ها یا این لیکور هایی که درست میکنیم چقدر هستش. از کنم خدمتتون که لیکور ها به خاطر اینکه خیلی شیرین شدن و اون ماهیت اولیه عرق پایشون هم عوض شده، توی منابعی که میخونی نوشته که بهتر هرچه سریعتر مصرف بشن. اما من پیشنهاد بهتون میکنم که حد اکثر این لیکورها یا اینفیوژن‌هایی که درست میکنیم رو در عرض زمان 6 ماه نوش جان کنیم و محل نگهداریشون هم حتما باید داخل یخچال باشه، یعنی زمانی که عرق پایه رو تبدیل به اینفیوژن یا لیکور کردید حتما توی یخچال نگهداری کنید و حتی اکثر در زمان 6 ماه مصرفش کنید، بیشتر نذارید بمونه. حالا امیدوارم با این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم تونسته باشم به سوال هاتون درباره لیکورها و اینفیوژن ها پاسخ داده باشم. بنابراین بدون درنگ بریم سراغ درست کردن سه تا اینفیوژن خودمون، که اولیش یک اینفیوژن میخوام درست کنم که ویسکی خانگی هستش، یعنی قراره به ودکا طعم ویسکی رو القا کنیم. بعد یک اینفیوژن توت فرنگی داریم و در نهایت هم میریم سراغ یک اینفیوژن بسیار خوشمزه و رنگ و لعاب بسیار عالی به اسم اینفیوژن گلابی بابونه. بنابراین با من همراه باشید تا این مراحل رو با هم دیگه انجام بدیم. بله همراهان عزیز فراعلمی، لحظه هیجان انگیز تست مزه اینفیوژن ویسکیمون فرا رسید.
محصول رو میبینید که کاملا هوس انگیز، رنگ و لاب، حرفه‌ای. و اگه اجازه بدید بریم سراغ لیوان ویسکی که با دارچین هم دودیش کردیم، ببینیم مثلا چی درست کردیم. بوی دود دارچین که کاملا مشخص هست و میپیچه توی صورتت، اما بوی پرتقال کامل احساس میشه. هی شما بوی الکل رو احساس نمی‌کنم. بوی قوی، بوی دود دارچینی هستش که ما درست کردیم در لحظه تزیین این لیوانو. اگه اجازه بدید تمام مزه کنم ببینیم اصلا چی درست کردیم. سلامتی همتون. شوک الکلی که اصلا نداره به هیچ عنوان، کاملا طعم و مزه پرتقال غالب هستش. ته مزه وانیل رو احساس میکنی زمانی که میره پایین، یعنی وقتی قورت میدی ته مزه وانیل کاملا احساس میشه. اما خیلی چرب نشد دهنم، ولی بسیار خوشخوراک و خوشمزه هستش. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این فیوژن ویسکی رو توی خونه درست کنید و لذتشو ببرید. همچنان با من همراه باشید، بریم سراغ درست کردن این فیوژن بعدی. حالا رسیدیم به مرحله تست مزه این فیوژن توت فرنگی و رزماریمون. رنگ محصول رو نگاه کنید که بی‌نظیر، خوشگل و کاملا هوس انگیز. بریم سراغ تست بو و مزه محصول ببینیم چی در اومده. اگه اجازه بدید یکم بو کنم محصولو. واقعا بوی توت فرنگی مست کننده است، یعنی کامل بوی توت فرنگی میخوره به صورتت و اون بوی دود رزماری کاملا پیچیده توی لیوان، عالی، بی نظیر. سلامتی همتون. پرفکت. مزه اصلی توت فرنگی، شوک الکلی صفر، ته مزه رزماری کاملا احساس میشه و خیلی نرم و لطیفه. کمی هم که به شکر زدیم شیرین شده و کاملا احساس خوشایندی به آدم میده. حتما تستش کنید، لذتش رو میبرید. با من همراه باشید، بریم سراغ اینفیوژن آخرم. خب رسیدیم به تست آخرین اینفیوژنی که امروز با هم دیگه درست کردیم، اینفیوژن
گلابی بابونه. فقط یه نکته عرض کنم خدمتتون که همونطور که میبینید نسبت به نیم لیتر عرق پایه‌ای که اول کار استفاده کردیم برای درست کردن این اینفیوژن، بعد از اتمام کار کمی حجم محصول نهاییمون کمتر شده، به خاطر اون وجود بابونه هستش که مثل پنبه یک مقدار از عرق پایه‌مون رو به خودش جذب کرده و حدوداً بین 50 تا 100 میلی لیتر از حجم محصول نهاییمون کم شده. در صورت بریم سراغ تست مزه اینفیوژن گلابی بابونمون. نگاه کنید رنگ و لعاب اینفیوژن که پرفکت، عالی، تزیینش هم کردم، اصلا هوس انگیز حرف نداره. بوی قالب، بوی بابونه و البته آناناسی که گذاشتم بوی لیوان تأثیر میذاره و بوی آناناس هم حس میشه. سلامتی همتون. یه مقدار تست مزه کنم. بسیار خوشخوراک، طعم قالب بابونه، کامل مزه بابونه احساس میشه و ته مزه گلابی کاملا میپیچه روی زبونت. اما میگم طعم قالب بابونه هستش. عالی، شوک الکلی صفر، خیلی خوشخوراک و بی‌نظیر. امیدوارم که این ویدیو کلیپ هم به دردتون خورده باشه و بتونید توی خونه این سه مدل اینفیوژن رو درست کنید، بزنید به بدن و لذت شو ببرید. بعد من اگر شما خودتون توی خونه تا به حال اینفیوژن های مختلفی درست کردید با انواع ادویه ها یا میوه های مختلف و رسیپی خاصی دارید، یا اینکه فکر میکنید به کدوم اینفیوژن بیشتر علاقمند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا هم من بخونم هم بقیه بچه ها بخونم و از رسیپی شما استفاده کنم. دمتون گرم که همراه هم هستید. تا یه ویدیو کلیپ دیگه، فعلا روز روزگار خوش.